در واکنش به انتشار بیلان های متفاوت از سوی شرکت های عمده بانکداری شاخص های سهام در بورس های نیویورک بعد از افزایش کوتاه مدت رو به افول گذاشتند سرمایهگذاران در بیلان سه دوم کسب و کار عظیمترین بانک های آمریکا نشانه های حاکی از سلامت اقتصاد و وام دهندگان بزرگان می جویند. بیلان بانک جی پی مورگان چیس هرچند انتظارها را برآورده کرد اما بر بیثباتی اقتصادی آینده تاکید داشت بیش از آن در حالی که انتظار میرفت شاخص ها روز را با جهشی دیگر نزدیک به دو درصد به پایان برند اعلام بازگشت قرنطینه به کالیفرنیا و سقوط ارزش سهام شرکت های تکنولوژی از جمله آمازون و مایکروسافت دو شاخص نزدک و اسند بی 500 را پایین کشید و شاخص دا جونز هم بیش از 500 واحد رشد خود را از دست داد با این حال سهام داروسازی فایزر و شرکت آلمانی بایو انتک به خاطر اجازه آزمایش سریع واکسن کرونا بالا رفت. های آسیا به خصوص شاخص شانگهای به افزایش ادامه دادند. رئیس استراتژیست های بورس در شرکت اینوسکو میگوید افزایش شاخص ها توجیح داشت ولی عوامل دیگری هم بود یقینا واکسن و قابلیت کنترل عفونت بسیار بسیار مهم است ولی در ورای آن رسانه های چین را داشتیم که با توصیه خرید سهام به مردم از سهام شرکت ها حمایت می کردند. بنابراین نیروهایی تبانی کردند که شاخصهای ارزش سهام چین را طی چند هفته اخیر بالا ببرند. رضایگان صدای آمریکا واشنگتن.